سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. آردا گولر خرید جدید ریال مادرید خودش را با ستاره های این تیم مقایسه می کند. مهاجم تیم اتلتیکو پارانا انزه به طور رسمی با وارسا قرارداد امضا کرد. وقت صحبت از بهترین هافبک های هجومی می شود، تنها یک نام به ذهن خطور می کند. کوین دبروینه. قبل از این که بریم به مشروع خبرها، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید، ویدیو را لایک کنید و با دوستانتان شریک سازید. ریال مادرید موفق شد در رقابت نزدیک و جذاب بارسا را شکست دهد و گولر را در پنجره نقل و انتقالات تابستانی به خدمت بگیرد. این بازیکن توجه بسیاری از باشگاه‌های بزرگ اروپایی را به خود جلب کرده بود و مدیران بارسا تا روز آخر تاکید داشتند که با او برای پوشیدن پیراهن این تیم به توافق رسیدند. با این حال این پدیده 18 ساله تصمیم گرفت راهی ریال مادرید شود و مسیر را طی کند که پیش از او هم چند بازیکن جوان دیگر طی کرده بودند. بازیکنانی که حالا او خودش را با آنها مقایسه می‌کند. گولر که در چند روز اخیر در تمرینات پیشفصل ریال مادرید حاضر شده و نمایش درخشان را ارائه کرده که باعث رضایت و خوشحالی کلانجلوتی شده است، ادعای جالب را درباره خودش مطرح کرده است. او در گفتگو با خبرنگاران و در پاسخ به سوال درباره سازگاری با شرایط جدید در سن 18 سالگی اظهار داشت. وینیسیوس جونیور، رودریگو و ادواردو کاموینگا هم زمان به ریال مادرید پیوستند که 18 سال داشتند، درست مثل من. به نظر می‌رسد که این بازیکن رویاهای بزرگ در سر دارد و امیدوار است با پیراهن ریال مادرید به آنها دست پیدا کند. وینیسیوس جونیور در سال 2018 از فلامینگو جدا شد تا در سن 18 سالگی پیراهن ریال مادرید را برتن کند. او پس از آن به مرور در این تیم رشد و پیشرفت کرد تا توانست خودش را به ترکیب اصلی برساند و در دو فصل اخیر به یکی از مهره‌های کلیدی و فاکتور ریال مادرید تبدیل شد. این بازیکن برزیلی حالا جایگاه خاص در ریال مادرید دارد. او بازیکن محبوب کادر فنی و هواداران است. پیراهن افسانه شماره 7 را برتن کرده و سران ریال هم به او چشم و نماد و تصویر ویژه این باشگاه در سراسر دنیا نگاه می کند. اما کوری اظهارات را مطرح کرده که ممکن است باعث ناراحتی و شوکه شدن هواداران ریال شود و شرایط را برای این ستاره کم دشوار کند. کوری در گفتگو با الار گوریرو اظهار داشت. وینیسیوس به ریال مادرید پیوست صرفاً چون این تصمیم بود که مدیر برنامه‌هایش برای او گرفت. ما به مدت 3 سال روی انتقال او به بارسا کار کرده بودیم، اما مدیر برنامه او در نهایت به ما خیانت کرد. این مدیر برنامه برزیلی ادعای عجیب دیگر را هم درباره علاقه این فوق‌ستار ریال مادرید به بارسا مطرح کرد و گفت: ریال مادرید حتی این بازیکن را نمیشناخت. وینیسیوس خودش به من گفت که وقت بارسا با نتیجه 6-1 برابر پی اس جی به پیروزی رسیده بود، از شدت خوشحالی گریه کرده بود. باشگاه بارسلونا بعد از ظهور و صورت رسمی از خرید ویتور روکه مهاجم برزیلی اتلتیکو پارانائنزه خبر داد. این بازیکن 18 ساله که این فصل در اتلتیکو پارانائنزه به بازیش ادامه میدهد و در ماه جون 2024 به جمع کاتالان ها ملحق خواهد شد، با امضای این قرارداد خود را تا پایان ماه جون 2031 با بارسا متحد کرده است. در قرارداد روکه با بارسا بند فسخ 500 میلیون یورویی گنجانده شده و کاتالان ها برای عملی کردن این انتقال 30 میلیون یورو به باشگاه اتلتیکو پارانائنزه پرداخت می کنند. همچنین در قرارداد طرفین بند پاداش های به ارزش 26 میلیون یورو گنجانده شده است و اگر این بازیکن در آینده توپ طلا بگیرد، 5 میلیون یورو هم به رقم پاداش ها اضافه خواهد شد. روکه تا کنون در 66 بازی برای اتلتیکو پارانائنزه در رقابت های مختلف میدان رفته و آمار 22 گل زده و 9 پاس گل را از خود بر جای گذاشته است. عبدالصمد الزلزالی به عنوان اولین بازیکن مراکشی تاریخ بارسا در سال 2021 اولین بازی خود را برای این تیم انجام داد. او توانست با درخشش در ترکیب آبی ناری ها استعداد خود را نشان دهد و فصل گذشته به صورت قرضی راهی احساسانا شد. حالا جاوی او را برای فصل جدید می خواهد و از سوی دیگر چند باشگاه بزرگ از جمله یوونتوس نیز مشتری الزلزالی هستند. او استعداد ناب خود را در جام ملت‌های زیر 23 سال آفریقایی یک بار دیگر به رخ کشید و تقریبا همه عناوین را به دست آورد. قهرمانی مسابقات، بهترین گلزن، بهترین بازیکن و بهترین پاسر. در عین ناباوری اما باشگاه بارسا هیچ واکنش به این موفقیت‌ها نداشت و در رسانه‌های رسمی خود حتی قهرمانی به مراکش را هم با زلزله تبریک نگفت. ستاره مراکشی به خاطر شاهکار اخیر خود به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شد و همه منتظر واکنش باشگاه بارسا بودند، اما این باشگاه حتی قهرمانی را هم به الزلزله تبریک نگفت. جالب اینجاست که استادان تیم سابق الزلزله بلافاصله این موفقیت را به او تبریک گفت تا به توجهی بارسا بیش از پیش به چشم می‌آید. این باشگاه با انتشار تصاویر از الزلزالی با پیراهن و اساسونا به موفقیت او واکنش نشان دادند تا این سوال به وجود بیاید که چرا در کاتالونیا کس حواسش به این پدیده ارزشمند نبوده است. هاوبک هجومی یکی از هیجان انگیزترین پست‌ها در دنیای فوتبال است و بازیکنی که در این پست خلاقیت داشته باشد به خوبی متمایز می‌شود. در پایان فصل 2022-2023 وقت آن رسیده است تا به بهترین‌های این پست در فوتبال اروپا آشنا شویم. 10. نیکولا باریلا، اینتر. او ممکن است کوتاه قد به نظر برسد، اما یکی از بهترین هافبک‌های حال حاضر است و یکی از دلایل اصلی صعود اینتر به فینال لیگ قهرمانان اروپا در فصل گذشته. باریلا در 26 سالگی جایگاهش را در بین بهترین‌های جهان به دست آورده است. 3 سال از قرارداد بلند مدت او با اینتر باقی مانده که به معنی این است که تیم‌های خواهان او اگر بخواهند او را از سری آ جدا کنند باید هزینه زیاد بپردازند. 9.
لوکاس پاکیتا، وست هام. پاکیتا از تابستان گذشته که از لیون به وست هام پیوست، رفته رفته بهتر شد و به تیمش کمک کرد تا از سقوط دور شود و لیگ کنفرانس اروپا را به دست بیاورد و قهرمان شود. هواداران وست هام در ورزشگاه یک شعار برای او ساختند: هیچ کس بهتر از لوکاس پاکیتا نیست. اگرچه این کاملا درست نیست، ولی میتوان او را در زمره بهترین ها دانست. 8. براهیم دیاز، میلان. دیاز کم خانه بدوش بوده است و از زمان جدایی‌اش از منچستر سیتی در سال 2019 سه فصل را به صورت قرضی در سری آ گذراند. او فصل 2021-2022 به میلان کمک کرد تا قهرمان سری آ شود و با 6 گل و 7 پاس گل در 33 بازی نقش مهم در صعود روسنالی به جمع 4 تیم برتر اروپا داشت. او تابستان به ریال مادید بازگشت و باید برای حضور در ترکیب ثابت کهکشانی‌ها رقابت کند. 7. گاوی، بارسلونا. او ممکن است در سایه پدری باشد، اما با یکی از بهترین هافکای پرسینگ تبدیل شده است. او استعداد منحصر به فرد دارد که میتواند دائما حریفان را تحت فشار بگذارد و سرکوب کند و ظاهرا هرگز سرعتش را کاهش نمیدهد. به علاوه برخلاف سایر متخصصان پرسینگ یک پاسر با استعداد است. 6. خولیان برنارد، بورسیا دورتموند. یکی از بهترین های جهان در 4 فصل از 6 فصل گذشته حداقل 7 گل در لیگ به ثمر رسانده است و در 4 فصل از 5 فصل حداقل 7 پاس گل داده است. فصل قبل برنارد بهترین نسخه اش بود و در مجموع 11 گل و پاس گل در 7 بازی داشت. برنارد اپریل گذشته قراردادش را تمدید کرد. 5. برونو فرناندس، منچستر یونایتد. هواداران منچستر یونایتد خیلی از حضور این بازیکن در تیمشان خوشحالند، چون مثل یک رهبر واقعی به تیم نظم می‌دهد. شاید اگر فرناندز نبود، بحرانی که با خروج آتشین کریستیانو رونالدو رخ داد میتوانست خیلی بدتر باشد، ولی او به خوبی تیم را مدیریت کرد. او اکنون یکی از مهمترین بازیکنان تیم ملی فوتبال پرتغال نیز است. 4. جمال موسیالا، بایر مونیخ. اولین چیزی که در مورد موسیالا مورد توجه قرار میگیرد حرکت پاهای اوست. دومین چیزی که متوجه میشوید متانت اوست. گل تعیین کننده او در هفته پایانی قهرمانی را برای بایر مونیخ در بوندسلیگا رقم زد که 11مین قهرمانی پایپای آنها بود. پدیده جرمن ها در جام جهانی قطر نیز بازی کرد. 3. برناردو سیلوا، منچستر سیتی. پپ گواردیولا در این فصل هم در جناح راست و هم در نقش هافبک دفاعی از این بازیکن استفاده کرد. سیلوا هر کجا که گواردیولا نیاز داشت رفته و خوب بازی کرده است. او در 4 فصل از 6 فصل حضورش در سیتی بین 6 تا 8 گل در لیگ به ثمر رسانده است و هر سال بین 4 تا 7 پاس گل داده است. او پیشنهاد نجومی از الهلال عربستان دریافت کرده است. بارسا و پاریس سن ژرمن مدت از خواستار جذب او شده اند و باید دید فصل جدید کجا خواهد بود. 2. مارتین اودگارد، آرسنال. اودگارد 15 گل در لیگ برتر به ثمر رساند که بیش از هر هافبک دیگر بود و 7 پاس گل نیز داد. او فصل گذشته یکی از بهترین هافبک‌های جهان بود. مایکل آرتتا آنقدر به این بازیکن نروژی ایمان دارد که در 24 سالگی کاپیتان تیم است که هنوز هم بسیار جوان است. اودگارد پس از ناکامی نروژ در راهیابی به جام جهانی قطر حضور در جام جهانی را از دست داد، اما همراه با ایلینگ هالند امید به حضور در یورو دارد. 1. کوین دبروینه، منچستر سیتی. به یاد دارید زمانی که گواردیولا در ماه فوریه دبروینه رو نیمکت نشاند و خیلی سریع از او به خاطر انجام ندادن کارهای ساده انتقاد کرد، آن یک تلنگر برای بهترین هافبک هجومی فوتبال اروپا بود که باعث شد موتورش برای ادامه فصل روشن شود. دبروینه در ادامه فصل فوق‌العاده بود و منچستر سیتی را به سگانه باور نکردنی رساند. دبروینه در پایان جون 32 ساله شد. او در فینال لیگ قهرمانان مصدوم شد و شروع فصل جدید را از دست خواهد داد. کیفیت این بازیکن بلژیمی در بیشتر دوران 8 ساله حضورش در ورزشگاه اتحاد پنهان نبوده است، اما او اوایل فصل جایگاهش را در تیم پپ گواردیولا از دست داد. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.